فکر میکردم که توی کشوری به دنیا آمدم که پسری 17 ساله رو به جرم دگرباشی اعدام میکنن، ولی معلمی رو که تجاوز میکنه به بچه های جوون رو، نه تنها من با مجازات اعدام مخالفم، نه تنها مجازات نمیکنن بلکه میگن شاید بچه ها خوششون میاد. میدونیم گاهی اوقات تئوری و مسائل مجازی رو باید به زمین آورد و از طریق تجربه فهمید که چیه، وگرنه همیشه در سطح مجازی همه چی باقی میمونه. و همیشه وقتی که خیلی اوقات وقتی که در جاهای راجع به ایران صحبت میکنم، دوستان خیلی خوب آمریکایی میان و میگن ما میتونیم راجع به ایران چی کار کنیم. خب اولین کاری که راجع به ایران میتونن بکنن اینه که دانش راجع به ایران رو پیدا کنن، بفهمن که ایران چیه و بعد اون دانش رو منتقل کنن. و بعد به خاطر اینکه همیشه حقیقت خطرناکه، چون دونستن حقیقت ما رو وادار میکنه که دیگه ساکت نمونیم، و ساکت نموندن همیشه خطر کردنه. ولی در این حال من همیشه بهشون یادآوری میکنم که این یه رابطه یک جانبه نیست. این نیستش که شما دائم دارین به ما لطف میکنین به خاطر اینکه در یک جامعه دموکراتیک زندگی کردین، بلکه همیشه روابط دو جانبه است. و اون چیزی که اون به اصطلاح هدیه‌ای که از ایران یا از سوریه یا از چین به شما میاد به همون اندازه مهمه. یعنی اگر که فکر کنین در قرن بیستم تمام تئوری‌های مهمی که درباره دموکراسی آمد و تمام اعمالی که راجع به دموکراسی بعد انجام شد، مثل به اصطلاح به وجود آوردن سازمان ملل و مسائل حقوق بشر، همه اینا از درون کشورهایی آمد که بیشترین خفقان درشون بود. یعنی شما الان در ایران همه هانا آرنت رو که میخونن یا کارل پوپر رو که میخونن یا هاول رو که میخونیم یا براتسکی رو که میخونیم یا میلوش رو که میخونیم، اینا همه از درون اون شرایطی آمد که به اصطلاح شرایط خفقان بود. و مسئله اساسی همونطور که تزوان تودروف نویسنده، حداقل یکی از نویسنده‌های محبوب اروپای شرقی میگه که این شرایط کشورهایی که اوتوریترن در حقیقت یه چیز اکستریم دموکراسیه. یعنی ما آینه هم دیگه میشیم و امیدمونم به اینه که این آینه حقیقت رو در مورد هم دیگری و هم خودمون نشون بده. و من همیشه فکر میکردم که ایران به خاطر اینکه اولین کشوری بودش که در حقیقت یه تئوکراسی رو وارد دینی رو به جهان شناسون و تئوریایی که الان میده که آقای خلجی هم بهش اشاره کردن در حقیقت از درون ایران میاد، مثل شوروی نقش خیلی مهمی بازی میکنه در مفهومی دوباره دادن و دیدی دوباره دادن از اینکه دموکراسی یعنی چی و آزادی یعنی چی. و در ضمن یادآوری میکنه به کسایی که تو این کشور، برای اینکه این کشور الان خودش خیلی دچار بحرانه و این بحران یک بحران اقتصادی یا یک بحران سیاسی تنها نیست، یک بحران به اصطلاح دیدگاه جهان بینیه. و به همین جهتی که من فکر میکنم که در این مقطع زمانی نه فقط بحث درباره دموکراسی، بلکه منش دموکراسی، بلکه و اون چیزی که از درون ایران میاد اهمیت هم برای خود ایران داره و هم برای جهان داره. و من خیلی خوشحالم که توانا به این موضوع خیلی توجه میکنه. و مسئله دیگه‌ای که در ارتباط با توانا برای من خیلی مهمه همین مسئله فرهنگی، برای خاطر اینکه می‌دونید خیلی آسونه همونطوری که گفتین راجع به دموکراسی خوشبختانه آقای احمدی نژاد و تمام دوستانم صحبت می‌کنن. اول اینکه جلوی دموکراسی هر چیز دیگه گذاشتن، جمهوری دموکراتیک آلمان که یکی از چیز خفقان آورترین به اصطلاح حکومت‌ها هم داشت، دموکراسی رو جلوی اسمش داشتش. مسئله اصلی اینه که دموکراسی جهان شموله، مثل دیکتاتوری.
مثل کشورهای اتوریتر. همه ماها اون قابلیت رو داریم که یا به این سو بریم یا به سوی دیگه بریم. و به همین جهت فمینیسم اسلامی، دموکراسی اسلامی، اون چیزی که بعضی از دوستای آکادمی که ماشاءالله ذهن خودشون یه مقداری باید باز بشه و از توی کلیشه‌های خیلی قدیمی، کلیشه‌های 30-40 سال دراز، اونها هم اینو دائم دارن استفاده میکنن. اصلا فمینیست اسلامی، فمینیست یهودی، فمینیست بهایی، فمینیست مسیحی اصلا معنا نداره. برای اینکه بشر یک جایی باید، یک محلی باید باشه که همه ما به عنوان انسان از یک سری مسائل اساسی برخوردار باشیم، وگرنه انسانیت معنا نداره. اگر که همه چیز تقسیم بشه به میدونی اسلامی، یهودی، مسلمون و غیره. و به همین جهتی که من امشب خیلی خوشحالم و خیلی افتخار میکنم که اینجا هستم. مسئله ای که من بیشتر میخواستم در باردش صحبت بکنم مسئله فرهنگ و دموکراسی و در حقیقت فرهنگ دموکراسی بودش. اولین چیزی که در مورد جمهوری اسلامی، در حقیقت منم باید از جمهوری اسلامی خیلی تشکر کنم، معمولا توی سخنرانیام تشکر میکنم، ولی اگه امروز دوستانی که خانم کار گفتن دارن گوش میدن، میخواستم اینو بهشون بگم، برای اینکه این نمونه منفی خیلی کمک میکنه. یعنی کاری که جمهوری اسلامی با حداقل آدمایی مثل من کرد این بود که ما رو از اون خواب خرگوشیمون آورد بیرون. همه چیز برای من اون لحظه‌ای که از طیاره پیاده شدم و وارد تهران شدم، موجودیت خودم زیر سوال رفت. و مهمترین مسئله دموکراسی اجازه دادن به خود، یعنی فقط زیر سوال بردن دنیا نیست. من یادم یکی از مسائل که توی ایران با بهترین دانشجوام داشتم این مسئله اتوریته بود. هر کاری میکردی، یه دفعه توی کتابم راجعش صحبت کردم، مثلا اولین باری که من به اصطلاح امتحان بود، سوال راجب همینگوی بود، راجب فیرول تو آرمز همینگوی بود. چند تا از این بچه ها همه حرفای منو، حتی وقتی که مکس کرده بودم میگفتم میدونین، اینا رو همه رو نوشته بودن در جواب هر سوالی که من کرده بودم. و من خیلی عصبانی شدم و نمیدونستم با خودم چی کار کنم، ولی فکر کردم اینا تقلب کردم. بعد یکی از بچه ها آخر کلاس اومد گفت شما نمیشناسین. تقلب نکردن، بچه ها حرف شما رو حفظ کردن و اینو دارن بهتون پس میدن. همونطوری که ازت میپرسن که خانم بالاخره دیزی میلر آدم خوبیه یا بدی، تو فکر کن، من که نمیتونم بیام تو تجربه تو، من که نمیتونم بیام زیر توی مغز تو، توی ذهن تو، توی قلب تو به عنوان آدم میدونی مسئول این هستی که فکر کنی که دیزی میلر بالاخره تکلیفش چیه اینجا. و همین جهته که من از جمهوری اسلامی خیلی تشکر میکنم به خاطر اینکه وادار کرد منو که در مورد همه مسائلی که برام حل شده بود دو مرتبه سوال کنم، از خودم بپرسم که از کجا اومدم، این تاریخ چیه، اینی که اینا میگن درسته، کجا هستم و کجا میخوام برم. برای که اولین کاری که اینا با ما کردن و بزرگترین جنایتی که در ایران اتفاق افتاد، گرفتن این حق از شهروندای ایران بود که بتونن خودشون رو به عنوان شهروند و افراد تعریف بکنن و بگن که کی هستن. برای اینکه ما همه شدیم بخشی از تخیل و رؤیای افرادی که حالا بر ما حکومت میکردن و به ما میگفتن که ما چی هستیم و تاریخمون چی بوده و تاریخمون چی خواهد. و بعد وقتی که آمدم اینجا، چی مسئله که از همه بیشتر آزارم میداد، چون فکر کردم مهد آزادی دیگه اینجا همه میفهمن، هر دفعه مثل خانم کار یا مثل مریم، مثل هر کدوم از شما که اینجا ببینم، من وقتم تموم شد پس برم سر مسئله اصلی. اینو میخواستم بگم که همون حقیقت مسله شده، همون تصویر و صدایی رو که جمهوری اسلامی دستگیر کرده بود و پشت میلیون‌های زندان گذاشته بود رو من در اینجا در تصاویر و صداهایی که بود باز هم
دوستان آکادمیک در اینجا و هم دوستان غیر آکادمیک در اینجا اون مسائل میدن. من خب خیلی کوتاه در حقیقت بی خودی اینجا حرفای شما ها من رو هیجان زده کرد، چون چیزی که میخواستم با شروع کنم و حالا چیزی که میخواستم باش حالا توی بحث میتونیم اینو بیاریم باهاش تموم میخوام بکنم، مسئله که توی ایران برای من خیلی جذاب بود و هنوزم هست، مسئله ارتباط اینه که چه شکلی انقلاب، مثلا انقلاب مشروطیت در حقیقت فقط یک انقلاب سیاسی نبود، همونطور که تغییر رفعت، شما وقتی میخونین تغییر رفعت جمالزاده، بسیاری از پیشکسوتان فکری و ذهنی اون دوره انقلاب فرهنگی بود، عوض کردن یک نوع نگاه به زندگی بود. و همین جهت هم رمان، تئاتر، اقلیت‌ها، دیگه شما که به قول خودتون اصلا محو توی اینجا، و فرهنگ اولین قربانیان جمهوری اسلامی شدن، همونطور که در هر کشوری اولین قربانیان، اولین چیزی که بهش حمله میشه فرهنگ و اقلیت هاست و زنان. و من فکر میکنم به همین دلیله که یک کشوری که از تاریخ خودش و از فرهنگ خودش اطلاع نداره هیچ وقت نمیتونه یک مبدل بشه به یک کشور دموکراتیک. اول باید ذهنیت رو عوض کرد، رژیم ها میان و میرن، ولی زمانی که ذهنیت باطله هممون باطل میمونیم. من از وقتم اینجا استفاده میکنم و با کمال پررویی میخواستم براتون این کتاب دیوان عالمتاج قائم مقامیه، زنی که تو سال 1325 مرد، یه زن خانه‌دار بود. فروغ و سیمین رو بذارین کنار، قبل از فروغ و سیمین شعرهایی که مینوشت زیر کتاب مولوی و حافظ قایم میدن. این کتابا که میخونین تمام مسائلی که امروز راجبش بحث شد آدم توی ذهنش میاد که چه شکلی دموکراسی از فرد شروع میشه، از احترام به فردیت و آزادی فرد همراه با حق انتخاب و همراه با مسئولیت فردی. راجع به زنا میگه، دائم داره فحش میده به اینکه در سن 16 سالگی به مردی که دو برابر سنش داشت و دوستش نداشت چیزش کردن. یک دونه چیز داره که من اینو برای آزاده و تمام دخترای جوونی که اینجا هستن میخواستم بخونم، اسمش از پیشگویی درباره آزادی زنان و اولش هم با این شروع میشه: بسته در زنجیر آزادی است سر تا پای من، برده همه دوست آزادی بود مولای من. حالا اینا رو میگذاریم آخرش، میگه دختر فردای ایران دختر امروز نیست، گر بخواهی برنه برگیرند بند از پای من. آخرین بازیچه زن بعد مسند مردان زند تکیه و صحبای اشرت پر شود مینای من. نغمه آزادی نوع زن از مغرب زمین سوی شرق آید، ولی خالی است از من جای من. تا نپنداری که چادر سد راه توست از آن که از سیه چادر برآمد نعره و قوقای من. و تو را دامن گرفت آتش به چادر درفکن، گو مرا کافر شناسد شیخ از این فتوای من. کودکی نوخواست است آزادی فردا، ولی خفته خوش در دامن امروز من فردای من. من فکر میکنم که